پرسشی که من در تحقیقات خودم مطرح کردم اینه که آیا این تبعیض ها اتفاقی پراکنده، چون در همه نظام های آموزش دنیا اشکالی از تبعیض وجود داره، ولی آیا این تبعیض ها آگاهانه و سیستماتیک هست یا یه چیزای پراکنده ای است که اینجا اونجا اتفاق میفته در رفتارهای آموزشی یا در کتاب های درسی؟ تحلیل من اینه که این تبعیض ها در مورد ادیان، اقلیت ها به خصوص، حالا بعد تبعیض دیگه هم وجود داره، فقط اینها نیستن، تبعیض جنسیتی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض دیگه هم، تبعیض فرهنگی وجود داره، تبعیض با کشور دیگه دنیا وجود داره، یعنی در واقع کتاب های درسی و گفتمان آموزش ایران مملو از اشکال تبعیض هستن، برای اینکه این گفتمان دینی این رو در واقع در عمل در به وجود میاره به طور عملی. اینه که من اگه بخوام تموم بکنم اینه که اون چیزی که در مورد نظام آموزش ایران میتونیم بگیم اینه که ما با یه نظام آموزشی سر و کار داریم که کریکولومش، برنامه درسیش و گفتمان و روحی که برش حاکمه، این در واقع تبعیض سیستماتیک رو، نظاممند رو در مورد بچه ها اعمال میکنه و این رو حتی توجیه میکنه، یعنی نه فقط ناآگاهانه پراکنده اینجا و اونجا نیست، بلکه سیستماتیکه و توجیه هم به اشکال مختلف در کتاب های درسی میشه و برای همین هم در واقع میشه گفتش که اون کسانی که قربانیان این تبعیض هستن حتی گاه امکان دفاع از خودشون هم ندارن و این در واقع بزرگترین رنجیه که به اونا تحمیل میشه. تبعیض کودکان رو بررسی میکنیم در مدارس ایران، چون ما یک تبعیض دیگر تبعیض